کوچ ایرانیان، درود بر شما. خب سال 2024 هم آغاز شد، ولی در کشور ما در نابسامانی ها همچنان بر همان پایه میچرخد و همانطور که قبلا هم اشاره داشتم، فاصله ما همچنان با داخل کشوری ها بیشتر و بیشتر میشود، به جز برای عده بسیار معدودی که هنوز راه بازگشت برایشان باز است و هر ساله چند هفته ای را در وطن میگذرانند. البته این گروه هم که تعدادشان بسیار کم است، آنها هم از تغییر فاحش حال و روحیه و نگاه داخلی کشوری ها به ما می نالند. به هر حال ما شدیم خارج کشوری ها و ملت در بند داخل کشوری ها، و آنهایی که نمی توانند به ما در خارج از کشور بپیوندند، یعنی کوچ کنند، هم به ما خارج نشین ها نگاه مثبتی ندارند. گهگاهی هم ما را راحت طلب می نامند. حالا خوب است که سلطنت طلب نمی نامند، جای شکرش باقی است، زیرا این دیگر خوشبختانه رنگ همیشگیش را باخته و در این مورد نفاق و دودستگی بسیار کمتر شده است. البته آن هم به همت شاهزاده که دیگر وقتش بود، یعنی 45 سال وقت لازم بود تا همه بدانند که هر تغییری فقط و فقط از داخل کشور امکان پذیر است، نه از طرف ما در خارج از کشور. همچنان که در طی این سالها شاهد جنبش‌های مختلف فقط در داخل کشور بودیم، به هر حال این گپ بزرگ بین ما 8 میلیون ایرانی غربت گزیده و 80 میلیون هموطن داخل کشور موزل با اهمیت کوچه بزرگ ایرانیان شده است که باید با آن بپردازیم. مانند خیلی از مسائلی که امروزه در خارج از کشور در محیطی که زندگی می‌کنیم داریم. اجازه دهید که امروز این مسائل را با دوست پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی روز ما در آمریکا مطرح کنم، با آقای رضا گوهرزاد که با به وجود آوردن سایت خبری تحلیلی ایران پست در جامعه بزرگ ایرانیان خارج از کشور خدمت بزرگی را ارائه می دهند، و امروز با ایشان نگاهی داشته باشیم به سالی که پشت سر گذاشتیم. با ما باشید. جهت بررسی سال 2023 نگاهی میکنیم با دوست عزیز و تحلیلگر مسائل ایران آقای رضا گوهرزاد. آقای گوهرزاد خیلی خوش آمدید به برنامه آیر تی وی. درود بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت از من به برنامه. خواهش میکنم، ما همیشه مایل هستیم شما رو دعوت کنیم. من این روزا سعی کردم شما رو در تلویزیونی که کار میکردید پیدا کنم، هرچی گشتم پیدا نکردم، بعد سعی کردم تلفنی تماس بگیرم. خواستم الان قبل از اینکه صحبت کنیم راجب اندیشه دارم صحبت میکنم که یه روزی آقای کاردان با اون بکراندش اونجا مدیریت میکرد، البته هر چه سعی کردم اصلا کسی اونجا نبود که به من پاسخ بده آقا چه ساعتی برنامه شما پخش میشه، و نمیدونم چطور بود
ساعت پخش برنامه شما معلوم نبود، در آرشیو هم نبود، هیچ جا نبود. جریان چی هست؟ ببینید، دیر زمانیه، دست کم به باور من بیش از 6 ماهه که یک نقص فنی، مشکل فنی پیش آمد و کامپیوترشون دچار مشکل شد و به این ترتیب نتونستن با من برنامه رو ضبط کنن. این ماجرا یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته نبود، خود به خود دیگه به نوعی به تعطیل ناخواسته بدل شد و من هم دیگه پس از اون دعوت نشدم. در اصطلاح زبان فارسی میگن کشتیبان رو سیاستی دیگر افتاد. کسی به من زنگ نزد که آقا ما شروع به کار داریم میکنیم، درست کردیم کامپیوتر رو. ما هم هیچ، یعنی من خیلی مایل هستم رابطه رو بدونم، برای من جالبه، چون میدونید از سال 1979 ما در جریان رسانه‌های ایرانی که اینجا استبلیش شد بودیم. یعنی شما اونجا این مدت کار میکردید و بعد به یک بار برنامه‌تون قطع شد، به شما هم اطلاع ندادن؟ نه، ببینید داستان اینه، من آدمی هستم به قول یکی از دوستان که از هیچ سازمان و اداره و رادیو و تلویزیونی طلاق نمیگیره. یعنی میستم میمونم. خب من شاید الان در لحظه کنونی اگر تلویزیون بودم قدیمی تری بودم. برای که یکی دوتا قدیمی بود که اونا یا فوت کردن یا نیستن. جا به جایی رسیده که خب دیگه به من اطلاع ندادن که شروع به کار کردن، چه میکنن چه نمیکنن، و این نشون دهنده این بود که خب شاید نمیخوان. منم اصراری دیگه نکردم، پی نگرفتم و به اینجا رسیدم که خب اگه من بخوام سخنم رو به سوی ایران پخش کنم، میتونم از جای دیگر این کار رو بکنم و رفتم این کار رو کردم و باز هم هیچ فرقی نکرد. من تعجب میکنم در حالی که شما در بی بی سی و مرتب در ایران اینترنشنال، رسانه‌های قوی در سطح جهانی صحبت میکنید. به هر حال برای من مهم این بود که نمیتونستم دسترسی پیدا کنم به مدیریت اونجا. یعنی اصلا کسی اونجا وجود نداشت که آدم بپرسه. آقا حتی شماره تلفن آنچنان کار نمیکرد. حتی اسیستان من 2-3 روز سعی کرد که شماره تلفنی پیدا کنه از اندیشه، پیدا نشد. غیر مستقیم من از دیگران که در شهر میشناختم پیگیر قضیه بودم، رفتم تو آرشیو. به هر حال برای من جالب بود، یعنی یه مقدار خنده آوره، یه مقدار تعجب آوره بعض نابسامانی رسانه های ایرانی در خارج از کشور. حالا من یه نکته اینجا جناب لیمونادی، یه نکته اینجا اضافه کنم. حضور ایرانیان در برون مرز سبب شد که برن دنبال کارهای تازه. بعضی ها این کار رو خود اختراع کردن، خودشون رو دوباره کشف کردن که چه کاری میتونن بهتر باشن. برخی هم فقط همینطوری به قول بچه ها الله بختکی یک کاری رو آغاز کردن. این الله بختکی کار کردن ضعف یک مدیریت رو نشون میده. یعنی شما میتوانید بروید تعویض روغن باز کنید بدون اینکه این کاره باشید. خب یه ده مکانیک بیارین این کار رو بکن، ولی اگر رفتین یک کار رسانه کردیم باید یه حس رسانه داشته باشید. این مالک رسانه فاکس نیوز با اینکه همه بهش ایراد میگیرن که این خودش که روزنامه نگار نیست، این کارا رو نکرده، خب اینجا اینه، ولی میدونه سیاست رسانه یعنی چی. مشکل جامعه ایرانی ندانستن سیاست اون کاریست که دارن انجام میدن. یعنی نمیتوان انتظار داشت که رفتن این کار رو انجام میدن. من نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی زنده یاد صدرالدین الهی به دوست مشترکمون آقای دکتر مصباح گفته بود که این گوهرزاد کدوم مدرسه روزنامه نگاری رفته. دکتر مصباح گفته من که ازش هیچ وقت نپرسیدم، میگم بهت زنگ بزنه. گفته بود آخه من خودم رئیس مدرسه روزنامه نگاری بودم، هرگز گوهرزاد رو اونجا جز دانشجو ندیدم. من بهشون زنگ زدم، گفتن که خب مبارک، گفتن شما کدوم مدرسه روزنامه نگاری رفتی؟ گفتم رالف، استیل برادرز، این تمام این فروشگاه های زنجیره یه مواد غذایی. گفت یعنی چی؟ گفتم من رفتم این مجله ها و روزنامه هایی که اونا داشتن رو نگاه کردم و یاد گرفتم. گفت رادیو رو چی؟ گفتم من وقتی که آمدم در آمریکا به دست راستی ترین رادیو گوش کردم، آقای راش لیمبا، تا یاد بگیرم که نگاه اون برای قضیه یعنی چی، اینها چه میگوین. و برقول گفتم به ایشون، حالا زیاد بگم دیگه زمانمون رو از دست میره، نمیخوام نه.
نه حرف درستی بود. حرف البته ببینید همه اینا برمیگرده به این دگرگونی تاریخی که پیش آمده، همون کوچ سال 1979، به این جابجایی فرهنگی. چون ایرانیان داخل کشور که میدونید هیچ وقت نمیتونستن یه رسانه همینطوری داشته باشن، بعد ثبت میشد، مورد تایید دولت قرار میگرفت. ولی با آزادی هایی که در کشورهای غربی هست و مخصوصا آمریکا که یه قدری بیشتر از اروپا، شما دیدید که اینجا هر کسی میتونه روزنامه داشته باشه، تلویزیون، در نظر همه چی افسار گسیخته شد. یعنی یه کسانی که در اصل تا دیروز داشتن گوشت میفروختن، توجه کردین، تونستن رسانه بزنن به هر کسی که دلشون میخواست فحاشی بکنن، که ما سابقه شو داشتیم. قبلا هم یکی دو نفر رو به زندان انداختیم، قبلا هم ورشکست شدن، همه این داستانا بوده. ولی خب جامعه داره این جریان رو همینطوری به پیش میبره دیگه، کارش نمیشه کرد، زمان میبره. این به زیان اپوزیسیون هست. یعنی این، ببخشید از این واژه استفاده می‌کنم، شلختگی در اپوزیسیون رو ایجاد میکنه. یعنی وقتی که کسی سخنگوی اپوزیسیون میشه که خودش مشکل درک این نوع مسائل رو داره، رسانه به عنوان یک حرکت تبلیغاتی، بنگاه تبلیغاتی در تمام مسائل سیاسی و در دوران گذار معنا داره. خب اینطوری که نمیتونه هیچ چیزی دوام داشته باشه. دقیقاً. حالا شما اشاره به دوران گذار میکنید که معلوم نیست کی شروع شده، کی شروع خواهد شد، کی به پایان خواهد رسید، که البته دیدگاه من رو شاید بشناسید شما. من اصلا امیدی ندارم که به زودی نسل ما به یه همچین نتیجه‌ای برسه، چون دگرگونی خیلی تاریخی است در داخل کشور. خوشم اومد که آقای دکتر علمداری دو هفته پیش خیلی جدی مسئله رو مطرح کردن که آقا برای جابجایی سازمان لازمه، یعنی مردم و تعداد آدمایی که مذهبیون ما داشتن در دوران شاه، سازمان داشتن، مساجد رو داشتن و آدم‌ها رو داشتن. حالا بگذاریم از این که در جامعه‌ای که خرد هرچی پایین تر باشه اونا بیشتر دینی میشن، و جامعه ایرانی بود، میدونید بیش از 80% ما بی سواد داشتیم در اون دوران، توجه کردیم و به هر حال داشتن. ولی امروز کسانی که میخوان بجنگن با این جمهوری اسلامی، با کدوم سازمان، با کدوم بنیاد، با کدوم آدم‌ها؟ حالا وارد اون گود نمیخوام بشیم، اجازه بدید با هم همونطور که عرض کردم یه نگاهی داشته باشیم به سال گذشته. اول من از تظاهراتی که طی سال گذشته در رابطه با جنبش‌های ایران مطرح شد در خارج از کشور، مخصوصا اروپا و بعدم اینجا، از شما سوال داشتم چگونه شد که این تظاهرات به یک بار به خاموشی گرایید؟ ببینید، انسان اعتمادش رو به دوست دیگر به راحتی از دست میده هنگامی که به وعده‌هایی که بینشون هست، به قراری که بینشون هست عمل نکنن. میگن اعتماد کم کم به وجود میاد ولی یک بار فرو میتونه بریزه. هنگامی که این تظاهرات شکل گرفت، ما در خارج از کشور، دست کم در لس آنجلسی که اینجا برگزار میشد، شاهد این بودیم که یک عده‌ای خواستن تظاهرات و این تمام این مسئله رو فکر کردن که فردا صبح به ایران خواهند رفت و اونجا یک حکومت تشکیل میشه، میخواستن مال خود بکنن. و شما دیگه در تاریخ 22 بهمن، سالگشت 22 بهمن، اون چه در تظاهرات لس آنجلس دیدیم تقریبا به زیر بال گرفتن این بود که شما پرچم‌های کسانی رو دیدین در اونجا که دیگه برای همه معنی نداشت که حضور پیدا کنن، خود به خود این افزایش پیدا کرد و فرو ریخت. خب همزمان هم شد با این مسئله منشور دادن ها، سبب شد که خب مردم بکنن که خب چه خواهد شد. یه عده یکی از افراد منشور رو قبول ندارن، یه عده اون یکی رو قبول ندارن، یه عده جمع رو قبول ندارن. اینجا بود که انتقادها آغاز شد. یعنی اگر به فرض آقای مقتدی میاد در اونجا یه حرف میزنه، این عبارت و یا این واژه تمامیت ارضی حذف میشه، فقط به خاطر انشای عربی نیست که حذف میشه و به فارسی میاد، یعنی برای اینکه چیز دیگری است. و خودش میاد در یک گفتگو با دوستان کرد به زبان کردی میگه که ما حالا اونو فقط همونجوری گذاشتیم. و این جای بسیار پرسش داره. من یکی از وقایع مهم سال گذشته هم در ضمن میخوام بهش اشاره کنم، فعالیت های شاهزاده رضا پهلوی بود که طی تمام سال ادامه داشت. من که میدونید روی خوشی با ایشان دارم، چون 45 سال ایشون رو از نزدیک میشناسم،
با هم دیدار داشتیم 43-44 سال قبل و ایشون همیشه موقعیت خودش رو رسما اعلام کرده، ولی خب یه ادعی نمیخوام بپذیرن. من در ارتباط با صحبتی که ایشون داشت، گفتگویی که داشت با تحلیلگر انگلیسی زبان، دارم سوال میکنم از شما، اگر شنیده باشید صحبت 2.5 ساعت و 3 ساعته که ایشون داشت، مطالبی رو در ارتباط با موقعیت خودش مطرح کرد که خیلی ها رو خلاص کرد در رابطه با خواستار حمله به ایران یا خواستار تغییر تحول نمیدونم جنبشی یا انقلابی و غیره بودن. یعنی ایشون مشخصا گفت که من اصلا به دنبال یه کار اجرایی نیستم. شما نتیجه این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینیم اگر نگاه کلی به این گفتگو رو نگاه کنیم، به جز اون شاید بگم 1 ساعت و نزدیک 2 ساعتش بلد. فقط تعریف های مجری یا از دوران گذشته است. خب به جایی نمیرسونه، یعنی هر دو دارن با هم همدردی میکنن از دوران گذشته که چقدر خوب بوده. این مجال رو نمیده به بیننده که ببینه که اگر چنین بوده پس چرا انقلاب شده. من بخش پایانی سخنان شاهزاده رضا پهلوی رو در اون گفتگو بسیار دوست میدارم که روشن، صریح و رک و راست اعلام کرد که آقا بنده نمیخوام برم اونجا که تاجگذاری بکنم، من میخوام نقشی داشته باشم که این نقش هماهنگ کننده کمک کنه این مردم به اون چه میخوان خواستشون رو برسن. خب این یعنی در یک جمله به نظر میاد که این فرد علاقه من به فرصت طلبی برای یافتن یک مقام و تاجگذاری برای خودش نیست، کما اینکه میگه من در 24 سالگی اعلام پادشاهی کردم دیگه، یعنی که اگر هست اینجا هست در تاریخ. به نظر من گفتگوی بخشیش گفتگوی خوبی بود، بخشیش امتیاز دادن به دوره‌ای بود که این امتیاز وجود نداره، یعنی نقص کامل گفتگو کننده و پاسخ گیرنده. شما اگر به من بیاییم بگیم که کراواتت خیلی شیکه و عالیه، خب من خوشم بیاد از این مسئله دیگه نمیرم سراغ این که نه آقا من اینجوری دوست ندارم، اشتباه شد اینجوری شد، منم میگم بله. یعنی انسان طبیعتش این هستش که در برابر یک تعریف ادامه میده، همون تعریف رو ازش بهره میگیری. خیلی کمتر کسی رو میتونیم پیدا کنیم که در برابر یک تعریف برگردون بخش اعتقاد خودش رو از اون بگذره. یعنی وقتی که در مورد دوران دکتر مصدق صحبت میشه، در اصل هر دو یک همدیگر رو تایید میکنن و نمیرن به این سو که اصلا این کار چگونه است که کشور آمریکا که خودش کودتا کرده و کشور انگلیس که آمریکا رو به کودتا تشویق کرده میدانن که کودتا کردن و تنها کسایی که نمیپذیرن کودتا کردن خودش سلطنت طلب هستن. این جمله که گفته میشه، پس اگر عین این جمله است، یعنی گفته میشه که شاه وقتی میخواست نخست وزیر عوض میشه میکرد، پس هر نخست وزیری که عوض شده پس شاه علیهش کودتا کرده، پاسخ منفیه. خب به این ترتیب به نوعی مسئله کودتا رو زیر فرش جارو کردنه. این مسئله نمیخوام بگم مشکلیست بین اپوزیسیون، ولی نگاه برداشت نادرستیست از شرایط تاریخی ایران. یعنی نشون نمیده که شما این شرایط تاریخی در کجا قرار گرفت، کجا میریم، و اینجاست مشکل داشت رو گفتگو. ولی اون سخنان شاهزاده رضا پهلوی در مورد آینده برای خودش متصور هست نظرم خوب. بله، رو هم رفته بسیار مثبت بود. خواستم بگم در ارتباط با دکتر مصدق اشاره کردید، زندیات دکتر بختیار در یک مصاحبه بران مطرح کرد، البته نوشتش رو هم به من نشون داد، گفت که آقا در اون زمان نام مصدق رو حتی از لغتنامه ها در آوردن، لغتنامه لارسه. بله، به هر حال یعنی تا اونجا پیش رفته بود که کسی نباید نام مصدق رو در سطح دانشگاه، مدارس، در حکومت بیاره. در رابطه با دیدارهایی که من با خیلی از سیاست مداران داشتم، همه مطرح شده بود که مثلا فلانی چون در نوجوانی طرفدار مصدق بود به اون راه نمیدادم، میتونست حد اکثر تا مدیر کلی پیش بره در وزارت خونه. خب اینا همه انباشته شد دیگه، توجه کردی؟ اینا همه انباشته شد و متاسفانه هنوزم ملت ما گرفتار شد. ولی اشاره دیگه کرده شما به
قشری که سلطنت طلب گفته میشه. اولا در این مورد بذارید نظر خودم رو گفته باشم. من از آغاز سال 1979 که اینجا بودم، طیفی که به اینجا آمدن آقای گوهرزاد بیشتر کسانی بودن که ما بهشون میگیم مهاجرین جنب و جتی، یعنی پول کافی داشتن با جنب و جت اومدن اینجا. خود بندم جزء اونا بودم، واقعیتیست. و اینها اصولا سیاسی نبودن، یعنی یک نفر بین اون قشر چند هزار نفری که من شاهد بودم در سال 1979 هیچ کدوم شخصیت سیاسی نبودن. ولی واقعیت امنی که همیشه مایل بودم برگردم به نوع سیستم زندگی گذشته خودشون. خب این هی گسترش پیدا کرد تا سال 5 سال بعد، تا 10 سال بعد که دهمین سالگرد انقلاب، شاهزاده اومد اینجا در دانتان، یک اگر یادتون باشه یک نمایش بزرگی گذاشته شد، یک دیدار 10,000 نفره با ایرانیان. ولی همه این گروه به استثنای 7-8-10 نفر فقط سیاسی بودند، باقی چه پزشکان، چه متخصصین، چه افراد معمولی، همه کسانی بودند که آمده بودند به دیدار شاهزاده، ولی بیشتر به خاطر اینکه بخوان بازگردن به زندگی گذشته، به موقعیت گذشته. حالا گفتن اینکه این طیف سلطنت طلب هست برای من یه لغت کاملی نیست، من این واژه رو نمیتونم برای همه به کار ببرم. پس اگه بگیم همه مخالفین سلطنت طلبم، نه. به همین دلیل مثلا در نقطه مقابلش میبینید که 1-2 ساله واژه‌های تازه‌ای پیدا شده، مثل 57ها. حالا نمیدونم شما جزء 57ها هستید یا خیر. بله، ببینید داستان این 57ها رو طوری درست کردن اینها، یعنی هر کس که سنش به این میخوره که در از 57 خب موافق باشه، جوان بوده باشه، میشه 57ها. حتی تا جایی که می نویسن شما 57ها ایران رو ویران کردید و حالا دیگه به فکر ایران آینده نباشید. من میخوام یه طنز بگم، خیلی بدتره. در یکی از این تحلیلگرها در چند سال پیش در یک تلویزیونی گفته بود که منم باش گفتگو کردم، گفته بود که این کاگبه و CIA طرح مشترکشون برای از کار انداختن شاه رو، اون نوشته ای رو که دادن شاه اعلیحضرت خوند رو دادن به این جوان نهیلیست فلا، یعنی من برگشتم در هفته بعد در همون برنامه رفتم مهمان برنامه شدم و گفتم که اگر CIA و کاگبه اینقدر بدبخت شدن که من در اون سال 22 سالم بوده، درخواستش که برای شاهنشاه ایران به وسیله یک جوان 22 ساله میدن اون بخونه یا بنویسه، این دیگه واقعا باید به حالشون گریست. خنده آوره. این طنز واقعیست که اتفاق افتاده. بله متاسفانه. خب هست دیگه، حالا واژگان همینطور تغییر پیدا میکنه، ولی به هر حال در اینکه یه عده‌ای طرفدار تغییر و تحول در ایران بودن که شخص پادشاه کشور در رأسش قرار داشت، واقع بینانه باید نگاه کنین. من حالا نمیخوام استثناء قائل بشم، به خاطر اینکه جویا بودن، دنبال این پژوهش بودم که واقعیت‌ها رو بیشتر بشناسم، با دیدارهای مکرری که با اردشیر زاهدی داشتم، مخصوصا با دکتر امیر اصلان افشار و مخصوصا با داریوش و همایون، بعد در کنار اینها دکتر همایون فر، عزت الله همایون فر که در رأس همه بود و همه قبولش داشتن. اصلا قضایا چیز دیگه است، یعنی حکومت سلطنتی نزدیک به 2 سال قبل از سقوط به پایان رسیده بوده و بعد این جرایم همینطور ادامه پیدا کرد. یعنی در اصل میتونید شما عقب هم برگردید، بگید مثلا روزی که پادشاه اعلام کرد حزب فقط تک حزبی بشه کشور، توجه کردید؟ ولی یک سال بعد از اون که 2 سال قبل از انقلاب باشه، اصلا هیچ کاری پیش نمیرفت. آقای دکتر همایون فر مثلا میگه آقا همه چی اصلا ناجور شده بود، اصلا ریختش، اصلا ریخت مملکت افتاده بود، ما هم شاهد بودیم مملکت یک حزبی، اونم فقط به فرمان. این اتفاقات، این اشتباهات شد متاسفانه، ولی خب اینا رو همه فراموش میکنن. حالا برگردیم به 6 ماه آخر، من میخوام فقط اشاره کنم در ارتباط با سال گذشته قرار صحبت، فقط 6 ماه آخر آقای گوهرزاد تمام تصمیم ها در دفتر اعلیحضرت گرفته شد.
تمام تصمیمات 10 تا 15% تصمیمات در دفتر شهبانو که کنار دفتر بود و آقای دکتر امیر اصلان افشار اون وسط شاهد تمام این مسائل بود. به زندان انداختن وزرا تصمیم دربار بود، در رأسش هم متاسفانه شهبانو، در رأسش هم رئیس رادیو تلویزیون آقای قطبی. اینها فکر میکردن، حسن نیت داشتن، در شکی نیست، فکر میکردن که اگر وزرا رو به زندان بندازن همچی ساکت میشه، که نشد. بعد فکر کردن که اگر هویدا رو به زندان بندازن دیگه کار تمومه. موقعی که هویدا رو خواستم به زندان بندازن که آقای دکتر امیر اصلان افشار من گفت من دیگه طاقت نیاوردم. من نیم ساعتی بود در اون جلسه بودم در حضور اعلیحضرت، حق نداشتم بدون اجازه بلند شم، ولی موقعی که اینو شنیدم بلند شدم. اعلیحضرت به من نگاه کرد غیر مستقیم، یعنی اجازه داد من ترک دیدم نه، کار داره به جای بالا میکشه. خب از همه این قضایا آقای پرویز ثابتی بیشتر از من و شما ها دیگران خبر داشت، چون کارش این بود، توجه کردید؟ و بعد که نوبت ایشون شد با زرنگی تونست مملکت رو ترک کنه. درست آقای گوهرزاد 2 ماه قبل از خروج پادشاه آقای پرویز ثابتی با نام خانوادگی خانمش، یعنی با پاسپورت با نام مستعار، تونست شبانه ساعت 1:30 شب ترک کنه ایران. و بد نیست بدونید، حالا من در مصاحبه‌ای که همسرم داره با من میکنه در ارتباط با تاریخ شفای این دوران خانم فریدا صبا، توضیح دادم چیزهایی که شنیدم از آقای امیر اصلان و اردشیر زاهدی. درست 2 روز 3 روز بعد از اون بود که پادشاه تصمیم گرفت وسایلش رو جمع کنه و بفرسته. اونجاست که 8-9 کانتینر بزرگ به فرمان شهبانو وسایل شخصی جمع‌آوری شد و در دربار همه میدیدن، نه فقط آقای امیر اصلان، کارمندانی که اونجا بودن میدیدن داره جمع‌آوری. یعنی میخوام بگم آخرین ضربه رو همین آقای پرویز ثابتی با خروج شبانه‌اش، توجه کردین، با نام مستعار زد که دیگه شاه که کمر شکسته بود از این فشارهایی که به اون وارد میومد، که دیگه اون هم از دستش رفت. و نشریه‌اش هست که میبینید درست 3 روز بعد از خروجش کیهان و اطلاعات دستگیری اون رو اعلام میکنه، چون جزء برنامه بود دستگیر بشن و احیانا تو زندان میموندن، مثل آقای نصیری اعدام میشدن دیگه، چون نصیری موند. نصیری و ایشونو هر دو رو در روزنامه گذاشتن و اعلام کردن که باید دستگیر بشن. حالا بگذاریم، میخوام بگم نتیجه بگیرم از حرفم، تمام اینها رو همه میذارن کنار، ریختگی کشور و سرنگون کشور رو فقط در چشم این 57 ها، کسانی که تغییر تحول میخواستن، میخواستن قدری آزادی در کشور باشه. این چیزیست که من در تجربه واقعا کی فرم پیدا میکنه، کی زمانه به اون مراحل میرسه که مردم چشم باز کنن ببینن آقا اون کسی که مملکت رو تغییر داد اشتباهات رژیم گذشته بود. توجه کردید؟ حالا حرف زیاد زده میشه، بذارید اینم بگم به شما. اگر آقای حاسد جوادی، آقای شاملو و ده‌ها روشنفکر و نویسنده دیگر هم مخالفتی با رژیم میکردن، اونجا مگه پیگیری کنید اشتباهات رژیم بود که از اینا دشمنی ساخت. آقای حاسد جوادی 2 تا نامه عالی نوشت به دربار که اگر بخواد این وضع ادامه بدید مملکت سقوط میکنه. گناهش فقط همین بود. حالا به ایشون میگم 57. بگذاریم، خواستم فقط این وسط گفته باشم. راجع به آقای پرویز ثابتی میخوام از شما بپرسم، یکی از وقایع مهم سال گذشته بود صحبت ایشون در تلویزیون من و تو که قرار این ماه تعطیل بشه، اینطوری که اعلام کردن. ولی جالبه، من و تو قرار تعطیل بشه، ما نمیدونیم، چون میگم چون پول کافی ندارم، ولی ما که نمیدونیم شناسنامه پولیشون اصلا چه بوده، کی تا کنون بهشون پول میداده که حالا نمیده، ولی خب ندادن دارن اعلام میکنن. نظر شما راجع به آقای ثابتی چیه؟ ببینین آقای ثابتی این پروژه سخن گفتن در مورد گذشته، به باور من، به باور من این پروژه پروژه‌ای است که به نفع جمهوری اسلامی درآمد. یعنی شما بیاین تمام کسانی رو که یا پیشینه هایی رو که مخالف رژیم شاه هستن طوری بیاین باز کنین که همونها باقی مانده شون ادامه شون در دوران جمهوری اسلامی است. شما بیایید یه نوع روسفیدی به شکنجه بگین، خب جمهوری اسلامی برنده این قضیه میشه چون شکنجه میکنه دیگه، حالا عبه میره. یعنی کاری که
گفتگویی که ثابتی بعد از این همه سال به عنوان یک برنامه تلویزیونی میکنه به نکاتی میپردازه که اون نکات به نفع جمهوری اسلامیه، یعنی کسانی رو که جمهوری اسلامی مخالفشون هست در اینجا سکه یه پول بکنه. اینجاست که جایی پرسش واقعه که چه کسی هزینه این کار رو تامین میکنه و چه هدفی داره از این ماجرا. دقیقا چه هدفی بوده هنوز ما 100% نمیدونیم چه هدفی پشتش بود، درسته؟ من اینجوری بگم، من با دو هفته پیش فکر میکنم من نمیخواستم اصلا به این مسئله بپردازم، ولی با اسفندیار منفرزاده گرامی یک گفتگویی کردم دو هفته پیش، سه هفته پیش، در مورد همین سخنان ایشون که در مورد جایی که من کار میکردم کانون پرورش فکری به زبون آورده بود. خب اینجا بود که منم این پرسش رو مطرح کردم و خب اسفندیار منفرزاده بهتر از من مسائل اون دوران رو میشناسه، بالاخره یه سنی درست. بالاتر از من داره. ایشون هم همه حرف همینه، ایشون یه چیزایی از خودش میسازه. جالب این است که در دو تا ماجرا، یکی هم در این گفتگو و هم در کتابی که این آقای فخرآور نوشته به نام رفیق آیت الله علیه کانون پرورش فکری و علیه رادیو تلویزیون، یک جمله بیان میشه، یه جور حرف زده میشه، در حالی که تا آدم متفاوت اینگاه. یعنی شما احساس میکنید این پروژه چقدر پروژه شبیه همه؟ به هر حال دیگه همچین بعضیست دیگه، به هر حال یه پروژه‌ای هست که ما خبر نداریم. همه اینا یه برنامه هاییست که مشخصش مثلا به حضور شهبانو به کنسرت 7000 نفره در لس آنجلس میرسیم، چون اتفاقات مهمی که افتاده همین هست، حضور شهبانو در کنسرت 7000 نفره، حضور آقای پرویز ثابتی توجه کردی، یا دیدگاه آقای رضا پهلوی در اون سخنرانی، اتفاقات مهم. بعدش اون تظاهراتی است که راجبش صحبت کردیم که اشاره کرده شما به چه دلیل فروکش کرده. نظر شما در ارتباط با حضور شهبانو، شما میدونم شما در کانون پرورش فکری بودین و خیلی هم قدر فعالیت های شهبانو رو میشناسید، همچنین خود من خیلی قدر شناسم در ارتباط با فعالیت هایشون، ولی خب این باعث نمیشه که ما اشتباهات دیگه ای که در 6 ماه آخر انجام شده و ایشون در رأسش بوده که لازم باشه جزئیاتش میشه بعدا مطرح نکنیم. فقط چه هدفی بود از اینکه شهبانو کشور بیاد در کنسرت شرکت کنه، اونم در یک کنسرت آنچنانی؟ ببینید داستان این استش که شما کافیست که یک موضوع رو مطرح بکنید و بعد حاشیه های اون موضوع دیگه به فراموشی میره. یه بحثی مطرح شد که شهبانو میخواد یک بنیاد فرهنگی باز کنه بعد از 44 سال. خب برای این بنیاد فرهنگی پولم لازمه. خیلی خب آسان ترین کارش اینه که در یک کنسرت پول جمع کنن، یعنی بلیت بفروشن و این بنیاد فرهنگی را بیفته. ببخشید بین حرفتون من میام، تبلیغات کنسرت هرگز یه همچین چیزی رو اشاره نمی کرد اصلا. درست میفرمایید، توجه کردید؟ بله بفرمایید. تصاویر همین رو اشاره نمیکنه، یعنی شما اونجا میبینین تصاویر انگار که در میدان امجدیه با پرچم‌های ایران ظاهر شدن مردم، یعنی شمار پرچم‌ها به تعداد آدمایی بود که آمده بودن و اونجا بودن. و این نشون دهنده اینه که یک نوع سیاست نگاه به این که ما اپوزیسیون یعنی سلطنت، اپوزیسیون یعنی پادشاهی خواهی، و این حرفی است که لس آنجلس میزند. یعنی تمام اون ماجرای بنیاد فرهنگی به فراموشی سپرده میشه حتی اگر انجام بشه. من یه چیزی بگم، شما اشاره کردین که تو در کانون پرورش فکری بودی شناختت، من یه جمله‌ای گفتم اینو تکرار میکنم، من میگم که اگر به یه خانواده‌ای نگاه کنیم، شاه اگر به خانواده خودش نگاه کرده بود و میدید که فرح پهلوی چگونه اون 20 و چند سازمان زیر دستش رو اداره میکنه و یکیش رو مثل کانون پرورش فکری که همه یه جزیره‌ای بود متفاوت در درون ایران و چگونه با آزادی اونجا اداره میشد و چه دستاوردهایی داشت، شاید در ایران انقلاب نمیشد و میتونستن ببرن به این سو که کشور رو به اصلاحاتی دست بزنن که بتونه در این مسیر قرار بگیره. شاه نگاه نکرد به خونه خودش.
نه خب شما در مصاحبه جدی باربار والترز دیدید دیگه، حتی شهبانو رو با وجودی که قرار بود پس از شاه توجه کردیم پادشاه ایران بشه، ملکه ایران باشه، ولی قبول نداشت. رسما رو به مصاحبه کننده پرسید، گفت شما فکر میکنید که میتونه نگهداری کنه کشور رو؟ یعنی قبول نداشت که شهبانو بتونه کشور رو ران بکنه. حالا به هر حال این هم ضعفه است که اگر در دنیای غرب اگر باشه بعد بگیم شاه پس خیلی ضد زن بود، بود دیگه، یه جورایی قبول نداشت. حالا حرف زیاده دیگه. به هر حال با تجربه‌ای که پادشاه داشت، میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، 63 سال زندگی کرد، در 60 سالگی 61 سالگی تجربه فوق‌العاده‌ای بود، در سطح جهانی تجربه بسیار خوبی داشت، 3 زبان رو خیلی خوب میدونست، تجربه سیاسی خیلی خوبی داشت. توجه کردی؟ من امروز میخوام آقای شاهزاده رضا پهلوی رو مقایسه کنم با شاه، که شاهزاده رضا پهلوی 65 سالشه، شاه رو یک سال دو سال قبل از فوتش رو میخوام بگم، زمانی که سرنگون شد کشور، شاه خیلی پربار بود. یعنی درستی که اشتباه کرد، شکی در اشتباهش نیست که مملکت نابود شد، ولی تجربهش نسبت به سیاست جهانی و سیاست مداری و کشورداری بی اندازه زیاد بود. خب فقط خود رأی بودنش بود که مسئله ساز شد دیگه. خود رأی بودن و مستبد بودن در شکی نیست، توجه کردید؟ اینا عوامل اصلی است. ولی مقایسه اگه میخوام بکنیم، من نمیتونم شاهزاده رضا پهلوی رو با محمد رضا شاه مقایسه کنم از نظر تجربه سیاسی. خب ببینید آقای لیونادی، مسئله اینجاست که نبایدم این مقایسه رو کرد، برای اینکه ایشون پادشاه یک کشور بودن و در قدرت بودن و نقش اجرایی داشتن. شاهزاده رضا پهلوی نقش اجرایی نداشت که شما در عالم سیاست ببینید که چگونه میتونه در موقعیت‌های مناسب تصمیم بگیره و اون تصمیم نشون دهنده توانایی هست یا نیست. اینجاست که من باورم این است که نباید مقایسه کرد. خب. اصلا نمیشه، شرایط متفاوتیه، انسان‌های متفاوتی هن. امروز شرایط جهانی متفاوته، ولی من این ایراد رو اینجا میگیرم همراه با سخنشا. من اگر جای شاهزاده رضا پهلوی بودم، اگر رو گفتم، اگر بودید من به شما رأی میدادم. البته من اگر جای ایشون بودم به اسرائیل نمیرفتم در کنار اون ظرف آب من رو ازم دیدار بکنن، به طور اگر قرار هست برم به گونه رسمی میرفتم و درست میرفتم. آقای نتانیاهو به قول دوستان در آبدارخونه زیر زمین از ایشون دیدار بکنه، این خیلی بده. یا همراهان ایشون، کسانی که اصلا این واژه 57 هم همین فرشگردی ها درست کردن که بعدن هم رفتن حزبشون رو کردن حزب ایران نوین. آخه وقتی که اینها یه فردی هست که ایشون جو از اتاقهای فکر حمله به ایرانه، یکی از کسانیش که در اتاقهای فکر واشنگتن کار میکنه و حمله نظامی میخواد، وقتی شاهزاده رضا پهلوی مخالف حمله نظامی به ایرانه، چرا این آدم همراهش هست و در تمام عکس ها میشه؟ دو نفر جوان در پشت ایشون دیده میشن در عکس ها، یکیش طرفدار حمله نظامیه، یکیش هم ایشون رو مشاوره میده و ضد 57. اینجاست که آفتاب آمد دلیل آفتاب. بله همینطوره. حالا یه واژه هم کنار 57 آمده، جاوید شاهی ها، اونم یک سالی که اضافه شده چون پرچم جاوید شاه بلند کردن، که متاسفانه تفرقه تولید میکنه دیگه، چون یه عده میرن به تظاهرات برای وطنشون، نسبت به شاه هم سیمپاتی دارن، ولی میل ندارن زیر پرچمی باشن که توجه کردیم مهر خاصی بهشون بخوره. حالا این قشر رو امروزه در لس آنجلس دارم عرض میکنم خدمتتون، مینامن جاوید شاهی، حالا این هم یه طیفی هستن در کنار سلطنت طلب ها. میگذاریم از این، برگردیم به مسائل روز خودمون مهاجرین در غربتی که هستیم، میرسیم به مسائل سیاسی کشوری که درش مهاجرت کردیم، مثل آمریکا، چون ما در اینجا هستیم، و انتخابات پیش رو. خب آقای ترامپ چقدر شانس برنده شدن داره؟ حالا میگن این سوال $1,000,000 هر کس بدون برنده است، ولی بر اساس اون چیزی که امروز داره پیش میره و ایشون رقیبی در اصل نداره باید برنده باشه، ولی اون چیزی که در دادگاه ها پیش خواهد آمد
و اگر این به هم پیوند بخوره ممکنه برنده نشه، ولی تا جای امروز ایشون میتونه. من در یه جایی گفتم و اینا به من خورده گرفتن که یه بحث طولانی است، یه بار دیگه بیاین صحبت کنیم که هرگز من دیگه نرفته. من گفتم اینها این بار که آقای ترامپ خودش رو نامزد کرده نشان دهنده اون حفره ها و خلأهایی است که در قانون اساسی آمریکا وجود داره. قانون اساسی آمریکا در این 246 سالی که از عمرش میگذره با این مشکل روبرو نشده بود. درسته. وقتی در قانون اساسی اگر شما 35 سال داشته باشین، متولد آمریکا هم باشین و من میتونین برین در انتخابات رئیس جمهور بشین، بحث این که اگر شما محکوم بشین یا متهم بشین مطرح نیست. آقای لیمونادی، من الان بیام بخوام دفتر شما استخدام بشم، در زیرش یه پرسش خیلی کوچیکی هست که آیا شما تا به حال متهم شدین؟ شهر بدین. آیا تا حالا محکوم شدین و به زندان رفتین؟ شهر بدین. برای استخدام شدن به عنوان رفتگر حتی شما نمیتونین این قضیه رو فراموش بکنین، نمیتونین برین در جایی که برای رفتگرها هست رفتگر بشین. چگونه است که رئیس جمهور آمریکا میتونه 4 پرونده بزرگ که تو جمعش بزنین تو هر کدومش کلی خورده جرم وجود داره و به نزدیک 91 جرم میرسه، حالا میخواد بیاد دوباره رئیس جمهور بشه؟ واقعا میاد اعلام میکنه، آخه ایشون میاد اعلام میکنه که من اجازه بدین یه روز دیکتاتور باشم، بعدش بقیهش رو میرم رئیس جمهور کشور دموکراتیک میشه. اینها ضعف دموکراسی آمریکاست، اینا مشکل دموکراسی آمریکاست. اینها این است که یک حزبی میخواد برنده بشه، حزب دیگر توان برنده شدن در شرایط کنونی رو نداره و بیچاره دموکراسی که 247 سال از عمرش میگذره. در ایران شاهد هستیم دیگه، ولی واقعا یه مقداری تعجب آوره، برای بعضی خنده آور که با 91 کیس دادگاهی که چند تا از اونها اصلا جنایی است در دادگاه فدرال، ولی خب دیگه تا بال انقدر طولش دادن که به مرحله نتیجه نرسه که یه قدری شاید کنار بره ایشون بتونه به مقام برسه. البته ایشون هنوزم در حال جمع‌آوری پوله، میدونید که کارش اینه و میتونه اپیل بکنه، میتونه با همین جلو بره دیگه، حالا بعدی در ماهای آینده چطور میشه. ولی نسبت به طرفداری طیف ایرانی‌ها چی میفرمایید که کشته و مرده آقای ترامپ بودن در چند سال گذشته و هنوز هم هستن و فکر میکنن، واقعا نظرتون میخوام، نظر کارشناسانتون واقعا چه فکر میکنن که آقای ترامپ بیاد مثلا رژیم جمهوری اسلامی رو براندازی کنه؟ ایشون بارها گفته که نمیخواد این کار رو بکنه، یعنی اصلا سخنش از شما میتونیم پخش بکنیم که در اون یک دقیقش میگه که من اگر بخوام میتونم با ایران رابطه‌ای داشته باشم که کمک کنم اینها روابط اقتصادی خوبی داشته باشن و رشد بکنن. And I'm not looking that to hurt Iran at all. I'm looking to have Iran say no nuclear weapons. We have enough problems in this world right now with nuclear weapons. No nuclear weapons for Iran. And I think we'll make a deal. I think Iran has tremendous economic potential. And I look forward to letting them get back to the stage where they can show that. I think Iran, I know so many people from Iran. These are great people. It has a chance to be a great country with the same leadership. We're not looking for regime change. حرفی از براندازی نمیزنه. و اکنونم که حالا بحثش هست، حالا در مورد مسئله جامعه ایرانی، من در سال 2004 یک خبرنگار دست راستی البته از سان فرانسیسکو از من سوال کرد، در بوستون بودم در همایش حزب دموکرات، گفت نظر جامعه ایرانی در مورد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها چیه؟ گفتم خب باید شما نگاهت به سه نسل باشه، نسلی که پس از انقلاب 79 وارد اینجا شده، گذشته خودش رو خواب می‌بینه، به این ترتیب همه اینا رو می‌ندازه گردن آقای کارتر و دیگه تاریخ رو هم نمی‌خونه، هر کس بیاد اون حرف رو بزنه میاد به اونجا نگاه می‌کنه. نسل دیگری که هست که نسل جوانه، این نسل جوان مانند هر آمریکایی دیگر منافعش رو نگاه میکنه، یا دموکرات یا جمهوری خواه، یا هیچ کدوم میره به حزب سبز رأی میده یا اصلا انتخابات رو تحریم میکنه. این مثل هر آمریکایی دیگر جوان ایرانی اینگونه میاندیشه، ولی یه نسلی هست که نسل میانه است. من خودم اون به سنم به نسل میانه بیشتر میخورد، 2004 بودش، یعنی بعد در حدود 19 سال پیش گفتم که ببینین
مثل این نسل بستگی داره که از دنیای سیاست چی میخواد. در بین این نسل بیشتر دموکرات ها هستن، ولی جامعه ایران یه نگاه متفاوت داره. گفت یعنی چی؟ گفتم نگاه کنید، در همه آمریکا 81% یهودیان تا 87% به دموکرات ها رأی میدن، ولی در جامعه ایرانی 87% یهودیان به جمهوری خواه رأی میدن، فقط 11% رأی به دموکرات ها میدن. این وارونه بودن نوع نظرها نشون میده که ما از چه جامعه ای میاییم، در این جامعه چگونه زندگی میکنیم و نگاهمون به آینده جهان چگونه است. خب این زمانبره دیگه، زمانبره. درسته که ما 45 سال رو پشت سر گذاشتیم، زمانبره، و نسل جوان، بگیم حالا نسل اولیا که دیگه همه سنشون خیلی بالا رفته، یه قشری هم که فوت کردن، نسل های بعدی و دوم، شما خودتون نسل میانی میشناسید، ولی نسل دوم و سوم الان نمیشناسم. اون نسل میانی بودم، الان دیگه سنم رفته بالا. من یه پرس پاسخ خیلی در اون موقعی که شما پرسیدین که شانس ترامپ، نگفتم الان اعلام میکنم. ببینید بچه های حزب دموکرات میان همیشه لیبرال ها قهر میکنن، یعنی شما آدمایی رو که نمیرن رأی بدن و فکر میکنن رأیشون نگه دارن برای بعد یا اصلا نمیخوان، اینها هستن که تعیین میکنن چه کسی رئیس جمهور میشه. چون ولی نمیدونن که ساعت 8 شب که بگذره رأیشون تو جیبشون میپونه و باطله. و این مسئله خیلی مهمه، رأی ندادن به یک نفر فردی که به شما نزدیکتره، در واقع رأی دادن به اون کسی که مخالف شماست. بله، حالا خوشبختانه این وسط گفتم نسل اولی و نسل دوم و نسل سوم که در خارج داریم، مسئله زبان هم خیلی تغییر پیدا کرده، زبان انگلیسی، و شما خوشبختانه سایت جدید رو راه انداختید و امیدوارم که موفق باشیم با ایران پست. خیلی خیلی اخبار روزانه داره درش به روز میشه، هر آن طور که شاهد هستیم. راحت هستیم با مسائلی که اونجا مطرح میشه؟ ریسپاند کافی میگیرید؟ هنوز نه، برای اینکه من هنوز جا نیفتاده که این چرا این مسئله با یک ضرورته، ولی خب به مرور افزایش پیدا میکنه. من اولین پرسش که ازم میشه چرا فارسی نه، من به همه پاسخم این است که تمام دوستان ما در اروپا وبسایت های بسیار خوب فارسی دارن و میشه استفاده. دیگر اینکه همین که شما اشاره کردید، نسل امروز نسل انگلیسی زبانه و اینجاست که من این کار رو میکنم به زبان انگلیسی. هر روز بین ده ها مقاله که درباره یه موضوع هست، یکیش که دقیق تر هست انتخاب میکنم. یه آزمایش هم برای خود من هست و اون این هستش که نگاه حزبی نداشته باشم، یعنی اگر یک نوشته رو در یک نشریه کاملا دست راستی هست ولی داره واقعیت رو میگه منتشر بکنم. و هر روز یک خبرنامه میفرستم برای کسانی که آمدن و رایگان عضو شدن، چهار خبر آخر رو براشون میفرستم. ضمن اینکه در خود وبسایت در کنار شما هر لحظه این خبری که خبرها چقدر سریع عوض میشن. نه دیدم، به هر حال نه، من خودم هم عضو شدم. به هر حال جنبه بسیار مثبتی داره، قدم بسیار مثبتی برداشتید. به امید اینکه این کارها بیشتر پیش بره و بعد از این ما جامعه ایرانی رو یه قدیم متحول شده ببینیم، یعنی از این جریانی که تا کنون طی کرده یه قدیم فاصله بگیره. به هر حال گفتگو خوبی داشتیم آقای گوهرزاد، به امید دیدار بعدی و بررسی و تحلیل مسائلی که گریبان ما ایرانیان رو گرفته. من از شما از دعوتتون سپاسگزارم، ولی قول میدم این دفعه تلاش کنم که حتما بیام استودیوی شما که این گفتگو به صورت زنده تر باشه. حتما خیلی بهتر میشه، بنشینیم یه چایی هم با هم میخوریم. خیلی خوشحال شدم من. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.